جناب در جان امکان گفت که توانستی گل معنا شکفت. عرض ادب احترام دارم خدمت شما همیاران عزیز و ارجمندم. چند هفته ایست داریم گفتگو میکنیم با آقای دکتر محسن سازگارا، خاطرات سازگارا درباره دوران انقلاب، شبهای انقلاب و یه حادثه خیلی مهمی که در تاریخ میهن ما رخ داد و سرنوشت خیلی ها رو تغییر داد. خیلی ها. امروز میلیون ها ایرانی بیرون از میهن و مملکت خودشون زندگی میکنن. یکی از شخصیت های خیلی مؤثر در دوره انقلاب و در کنار آقای چمران که گفتگو رو دنبال خواهیم کرد، آقای محمد منتظری است. من البته از طریق رسانه ها با چهره منتظری آشنا شدم و اعمال و کارهایی که داره انجام میده. اون زمان یادم یکی از فعالترین روزنامه‌نگاران ما دکتر علیرضا نوری‌زاده بود که بیشتر گزارشات رو منعکس میکرد و ما تقریبا با زوایای پنهان از تاریخ انقلاب آشنا میشدیم. محمد منتظری از این رو برای من جالب بود که خب کارهایی میکرد که پیش از اون چندان بهش آشنایی نداشتیم. یعنی شخصیتی بود که خودش یک امپراتوری کوچک برای خودش درست کرده بود، فرودگاه در اختیارش بود، هواپیما داشت، دائما بین تهران و تریپولی پرواز میکرد، میومد و میرفت و میگفتن که خیلی مورد حمایت دولت لیبی است. تا اینکه من در مصر با آقای فتح‌الله منوچهری دیدار داشتم، آقای فرود فولادمن که بعدها صاحب تلویزیون شد در لندن، و او میدونیم که در قبل از انقلاب رفت به مصر برای اینکه فیلم بسازه به نام شیر سینا، فیلم در باره درگیری ارتش مصر بود با ارتش اسرائیل. حالا انقلاب شده، این فیلم نیمه تمام مونده، پول او تمام شده، برگشته به ایران انقلابی و میره در اینطور که خودش تعریف کرد. آقای زکریا هاشمی و دوستان دیگری ما هم بودن، گفت رفتم به قم با محمد منتظری دیدار داشتم، بهش گفتم من دارم یه همچی فیلمی میسازم علیه اسرائیل و پولم تمام شده، کمک بکنیم که این فیلم به اتمام برسه. و فیلم دیگری هم در دست ساخت دارم به نام رجل جنوبی، مرد جنوبی، و قصه رو برای او گفتم و او گفت بسیار خوب، مسئله نیست. اول فرستاد، رفتن انبار وزارت فرهنگ و هنر رو خالی کردن، از تجهیزات خیلی پیشرفته فیلم برداری همه رو ورداد به من، به اضافه این که مبلغ حدود 10 میلیون مارک آلمان موقع مارک بود و مقداری هم دلار اینا رو به من داد و من برگشتم. یه مامورم فرستادن که نظارت بکنه بر کار فیلم سازی. منم با آقای محمد زریندست فیلم بردار گفتگو کردم و جمعی دیگری از هنرپیشگان رو راهی ترکیه شدیم، از اونجا با کشتی راهی مصر. خب پس من متوجه شدم که او دست آقای محمد منتظری در خزانه بوده، انقدر قدرت داشته که وارد یه نهادی مثل وزارت فرهنگ و هنر بشه که آقای پهلپور قبل از انقلاب اون رو اداره میکرد، بره در انبارش تجهیزات مربوط به دولت رو برداره بده به یک فیلمساز بگه بفرمایید تشریف ببرید و فیلمتون رو تمام بکن. درود بر آقای دکتر محسن سازگارای عزیز. عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما های میبودی و خدمت همه بینندگان عزیز. حال شما خوب، خسته نباشی. سلامت باشی، قربان شما. واقعا محمد منتظری این همه قدرت و نفوذ داشت؟ اجازه میدین من آقای دکتر چمران رو که چند جلسه است اونجا موندیم به انتها برسونم اون خاطره اول انقلاب رو، اتفاقا به نوعی هم به آقای محمد منتظری وصل. بسیار عالی، بسیار عالی. به خدمتون عرض میکنم. به هر حال آقای دکتر چمران یک ماه بعد از پیروزی انقلاب به ایران برگشت از لبنان، برای اینکه خب در اونجا کار داشت، مسئولیت داشت تا صاف و صوف بکنه بیاد. طول کشیده بود، چهره خب سرشناس و شناخته شده ای بود، اولین بارم که اومد در دانشکده دانشگاه پلی‌تکنیک امیرکبیر فعلی سخنرانی بسیار موثری کرد. چمران بسیار خوب و احساساتی هم حرف میزد. من چون از نهضت آزادی ایران در خارج کشور با او آشنا بودم، شاید یک ماه از پیروزی انقلاب میگذشت، ما توی اون سلطنت آباد، اون ستادی که
ساختمون اداره چهارم ساواک قرار بوده بشه ولی خالی بود، اونجا رو گرفته بودیم کرده بودیم ستاد سپاه، ایشون رو دعوت کردم و شبی به اونجا اومد، با هم نشستیم دو به دو صحبت کردیم. من ایده تشکیل سپاه رو با دکتر چمران در میون گذاشتم، توضیح دادم چی کار کردیم تا اینجا رسیدیم. واقعیتش خیلی دوست داشتم دکتر چمران فرمانده کل سپاه میشد، برای اینکه هم تجربهش رو داشت، هم دانشش رو داشت، هم سازماندهیش رو داشت و بسیار به نظرم گزینه مناسب بود. خودش هم اون شب که من براش توضیح دادم بعدش نیومد و بلافاصله روی تجربه‌ای که داشت یه ضرب و تقسیم برای من کرد، چون بسیار ذهن مهندسی هم داشت دکتر چمران و ضرب و تقسیم برای من کرد، گفت ببین شما اینجا کادر احتیاج دارین، یه تعبیری هم داشت گفت کادر همه چیزه و این سازمانی که میخواید یک ارتش مردمی بشه دست کم برای شروعش شما باید با ضرب و تقسیمی که کرد گفت 200 کادر همه جانبه تربیت کنین بسازین، هم نظامی باشن هم مدیریت بدونن هم یه عمق تئوریک و دانش داشته باشن. در نتیجه پیشنهادش این بود که اولین قدم ما یک پادگانی رو بگیریم و اونجا افراد تحصیل کرده و با سابقه رو جذب به همکاری بکنیم و با آموزش‌های نظامی و فرماندهی و اینها برای یک سازمان ارتش مردمی اینها بشن کادرهای اولیه سپاه. حرف بسیار منطقی هم بود. به دنبال این حرف دکتر چمران ما رفتیم دنبال اینکه پادگان کنار کاخ سعدآباد رو که فکر میکنم الان اسمش پادگان علی ابن ابی طالب باشه، معروف شده پادگان سعدآباد، اون رو از دولت تحویل گرفتیم، چون دولت این کاخ ها با اماکن و اینها رو اداره میکرد، به سپاه تازه بنیاد تحویل دادن. اونجا شروع کردیم به آموزش کادر و بشن در واقع نهایتا این 200 بشن 500 نفر 1000 نفر اون به اصطلاح هسته فرماندهان ارتش مردمی که اون وقت چند هزار نفر داوطلبای نیمه وقت هم در سطح کشور باشن، مثل درجه دارا و افسرهای جزء این ارتش مردمی باشن و این عدد 20 میلیون رو هم همون موقع شاید از فکر ماها بود، این لغت سر زبون ها افتاد، 20 میلیون مردم ایران هم که بالای 18 سال فرض کن، هر کی سنداری از 15-16 سال به بعد به تدریج آموزش نظامی ببینن، حتی اسلحه مثل امریکا قانونی بشه در یه فرایندی، چون دست همه مردم اسلحه هم بود، و یا اینکه در اسلحه خونه های غیر متمرکز باشه، مردم کد داشته باشن وقتی آموزش دیدن، در موقع حمله خارجی و دفاع از کشور از رادیو فقط اون کد رو بخونن، هر کی بره تمرینا و مانورای جنگای چریکی هم کرده باشن زیر نظر اون فرماندهان نیمه وقت و با هدایت اون مثلا 1000 نفر فرمانده اصلی، این ارتش مردمی در کنار ارتش کلاسیک که خب طبیعتاً توپخونه داره، تانک داره، هواپیما داره، امکانات داره و نظامی‌های حرفه‌ای هستن، مثل یک پیاده نظام با بسیج عموم مردم بیاد و از کشور دفاع کنه. این ایده در واقع بود. در زمان صلح هم این کلاس‌ها و آموزش‌ها و اینا در خدمت دفاع غیر نظامی کشور باشه، مثل مواقع سیل و زلزله و مثل کاری که گاهی گارد ملی امریکا میکنه. دکتر چمران به هر حال چون اون شورایی که ما بودیم موقتی بود، قرار بود اساسنامه داشت نوشته میشد و نهایی بشه بعد انتخاب بشه، کمپین دست کم ماها این بود که دکتر چمران بشه فرمانده کل سپاه، اما آقای میبودی بسیار مخالف داشت چمران، هم امثال جلال الدین فارسی از توی لبنان با او بد بودن، هم این آقای محمد منتظری که اسمش رو آوردیم که اون موقع با آقای قرضی و آقای آلاتپوش و چند نفر دیگه همکار بودن، اینا در خارج از کشور در سال 56
یک سازمانی درست کرده بودن به نام روحانیت مبارز خارج کشور و محمد منتظری روحانی بود، ولی آقای قرضی جالب بود که مهندس بود، اما ایشون هم یه عمامه سرش گذاشته بود و یک اعتصاب قضا در پاریس اول لفه شکل دادن و به حوزه های انجمن اسلامی دانشجویان، چون بیشتر در خاورمیانه بودن تیمشون، اومدن به اروپا و واقعا هم توی حوزه های انجمن اسلامی دانشجویان در اروپا هر جا رفتن دعوا درست کردن. بسیار سازمان شلوغ پلوغ و غیر تشکیلاتی بودن. همین محمد منتظری به خصوص بسیار آدم شلوغی بود، بسیار آشفته و دیسورگانایز بود. تو خودشون مثلا پول، حالا احتمالا از منابع وجوهات و اینا جمع‌آوری کرده بودن یا از جای دیگه گرفته بودن، رفته بود مثلا بدون اینکه به بقیهشون بگه دوربینای نمیدونم عجیب غریب خریده بود و تو خودشون دعواشون شده بود و خلاصه از یه جایی به بعد بچه‌های انجمن اسلامی دانشجویان هر جا بود که واقعا دیگه اینا رو به حوزه ها راه نمیدادن، برای اینکه دعوا درست میکردن، مشکل درست میکردن. و من اول بار آقای خب اینا حرف حسابشون چی بود؟ حرف حسابشون چی بود؟ چی میخواستن؟ حرف حسابشون یه سازمان رادیکال و تند ضد رژیم شاه بودن. از این حیث شاید مشکلی با انجمن های اسلامی دانشجویان یا با نهضت آزادی در خارج نداشتن، اختلاف مشی خاصی نبود، اما تو عمل کردشون بسیار بسیار تند و رادیکال بودن. بعدم یک کوله باری هم دست کم بخشی از این سازمانشون داشت که اعضای قبلی سازمان مجاهدین خلق ایران بودند و سال 56 داخل سازمان مجاهدین خلق هم کمونیست ها یه عده‌شون کمونیست شده بودن در مرکزیت اون سازمان، مثل تقی شهرام و بهرام آرام و وحید افراخته و اینا، و زده بودن مسلمان ها رو کشته بودن تو اون سازمان. مجید شریف واقفی رو کشتن در مرکزیت اون سازمان، تصفیه کردن و رفعت افراز دیگران، یه اتفاقات بسیار عجیب و غریبی هم داخل سازمان مجاهدین خلق افتاد. و امثال آقای مهندس قرضی یا آقای ناصر آلاتپوش و غیره، اینها با بخش مسلمونی سازمان مجاهدین خلق ارتباط داشتن و یه کوله بار دعوای اینجوری هم اینا در خارج داشتن، برای اینکه تعدادی از اون کمونیست های سازمان مجاهدین خلق هم به اروپا اومده بودن، به خاورمیانه اومده بودن و یه دعوای اینجوری هم با همدیگه داشتن که شاید یک نمودش رو بعد از انقلاب شما دیدید که آقای قرضی و دوستانشون مجتبی طالقانی، پسر آقای طالقانی رو که جزو کمونیستای سازمان مجاهدین خلق شده بود، دزدیدن، بردن و آقای طالقانی قهر کرد، تظاهرات شد و بالاخره مجتبی طالقانی رو آزادش کردن، ولی میخواستن خودشون ببرن، خونه تیمی داشتن و لابو چکنجش بکنن، کتکش بزنن، از این کارهایی که میدونین دست کم ماها به عنوان انجمن های اسلامی دانشجویان و نوع مبارزه‌ای که میکردیم اصلا نمیشناختیم، نمیدونستیم و همخوانی هم با این قبیل شلوغ بازی ها نمیتونستیم داشته باشیم. آقای محمد منتظری من اول بار در پاریس دیدم، در منزل آقای خمینی، اون تلفن خونه ای که گفتم یه اتاق کوچولو عقب اتاق عقبی باغ سیب بود، تلفن ها اونجا بود، دست اینا بود. آقای محمد منتظری اونجا میشه گفت شاید بیشترین همه کاره بود، همسال آقای فردوسی پور و هادی نجف آبادی و اینا هم تو اون اتاق بودن، ولی محمد منتظری چون خب چند بارم به زندان افتاده بود، شکنجه شده بود و پدرش آقای منتظری بود که خب خیلی سرشناس بود و از ستونهای این انقلاب باید بگیم محسوب میشد، طبیعتا دار دسته ای هم داشتش، توی اون اتاق همه کاره بودن، یعنی تلفن دست اینا بود، خیلی هم سیگار میکشید محمد منتظری و واقعا در اون اتاق باز میکردی از دود به سختی آدم ها رو میدیدی. و همونجا من میفهمیدم مرد فداکاری به نظر میرسید و پاک باخته ای، ولی بسیار بسیار شلوغ و دیسورگانایز بود رفتارش، برخوردش، عمل کردش. و فردای پیروزی انقلابم آقای میبودی، اولا همونجا هم من تو اون نفل شاتو فهمیدم که داخل سازمانشون
که یعنی با آقای قرضی و آلاتپوش و خانم طاهره دباغ و اینها، اینا اختلافشون شده، با هم دعوا داشتن همون موقع، منتها خب حالا دیگه در ریزش ماها نبودیم. ولی فردای پیروزی انقلاب آقای محمد منتظری بس خودش یه دار و دسته‌ای داشت و یه سازمانی درست کردن به نام ساتجا، نمیدونم یادم هم نیست مخفف چی بود این ساتجا، و بعد که دیدن سپاه با این ایده درست شده، این همین ایده های سپاه رو هم در اون اعلام کردن که بله ما این سازمانی، ما میخواییم این کارا رو بکنیم. و مدعی در واقع اون ارتش مردمی و سپاه شدن. منتها به اضافه این که محمد منتظری در سیاست خارجی هم یه حرفای عجیب غریب میزد، مثلا میگفت بهترین دفاع در مقابل امپریالیزم حمله است، بنابراین ما باید در خلیج فارس به کشتی‌های نفتکش مثلا عربا و آمریکایی‌ها حمله کنیم و منطقه رو به آتیش بکشیم. میدونه از این فکرهایی که سوپر رادیکال باید گفت، و طبیعتاً خب خریداری نداشت، در بین مسئولین انقلابی مملکت هم خریداری نداشت. و همجورم که شما گفتید، اینها از دوره لبنان هم با دکتر چمران اختلاف داشتن، برای اینکه در لبنان احزاب و فعالین سیاسی که بودن خیلیشون بی پرده پوشی با یکی از این کشورهای عربی متصل بودن، احزاب سنی، شیعه، مسیحی، و داردستی آقای محمد منتظری اینا خیلی روابط خوبی با لیبی داشتن، در حدی که شاید مثلا 2 ماه از پیروزی انقلاب گذشته بود یا 3 ماه اگر اشتباه نکنم، من البته سپاه نبودم موقع، بنابراین باید بیش از 3 ماه باشه، یک مرتبه من اینو از مهندس بازرگان شنیدم، نخست وزیر بود بازرگان، یک مرتبه خبر دادن که سرگرد جلود نفر دوم لیبی، سرهنگ قذافی نفر اول بود، رهبر اون کودتای لیبی بود، سرگرد جلود نفر دومش بود تو اون کودتا و معاون به اصطلاح رئیس جمهور لیبی آقای قذافی بود، ایشون بدون اینکه اصلا دولت در جریان باشه و بدون اینکه دولت ایران که آقای بازرگان بدونه وارد ایران شد به دعوت همین محمد منتظری، و بعدم سید حسین خمینی نوه آقای خمینی هم توی بیت با اینها بود، و اون موقع دیگه چمران شده بود معاون آقای بازرگان در امور انقلاب به جای آقای دکتر یزدی که رفته بود به وزارت خارجه به جای آقای دکتر سنجابی، آقای دکتر چمران شده بود معاون در امور انقلاب. بازرگان نقل میکرد که به چمران گفتم آقا الان خبر دادم که نفر دوم لیبی اومده وارد فرودگاه مهرآباد شده، شما خب بالاخره برو به استقبالش ببین اصلا واسه چی اومده، کی دعوتش کرده، و به هر حال از باب احترام و ادب هم شده معاون نخست وزیر بره به پیشوا. دکتر چمران بلند میشه و میره به فرودگاه، میبینه که حسین خمینی با یه عده مسلح، چون اول انقلاب هر کی خودش داره دسته مسلح داشت و محمد منتظری یه عده مسلحی نشون، اینا قبلا رفتن به استقبال آقای سرگرد جلود، و ظاهرا حتی دکتر چمران وقتی میره با تندی باهاش برخورد میکنن، و حسین خمینی برمیگرده بهش میگه که توس چی اومدی، میگه خب من معاون نخست وزیرم، معاون رئیس جمهوری کشور اومدم استقبال رسمی، بالاخره اصلا دولت خبر نداره، تندی میکنن با دکتر چمران و به او حتی میگه که میدم از این مملکت بیرونت بکنن، که بعدش البته من شنیدم دکتر چمران رفته بود دیدن آقای خمینی و به تلخی گره کرده بود و با آقای خمینی گفته بود آقا بنده زمان شاه 20 سال از این مملکت بیرون بودم، به اعدام محکوم شده بودم، در واقع بیرونم کرده بودم و نبودم، شما اگر این حرفی که نوبت میزنه حرف شما هم هست بفرمایید، بنده این فردا صبح بلند میشم میرم و نمیام، که ظاهرا آقای خمینی بسیار بسیار عصبانی شده بوده و بعد از اون دستور داد که حسین آقای خمینی دیگه در سیاست دخالت نکنه و عملا از بیت خودش فرستادش رفت قم درسش رو بخونه، و حسین خمینی البته رفت قم درسش رو بخونه، ظاهرا هم خوب درس خوند، منتها اونجا چون پدر بزرگ
پدریش در واقع پدر پدرش رهبر انقلاب بود، آقای خمینی بود، پدر مادرش به آقا مرتضی حائری بود و در واقع میشه گفت روحانی جاسنگین، پسرش عبدالکریم حائری که مخالف اصلا انقلاب بود و به شوخی میگفتن رهبر ضد انقلابه، و آقای حسین خمینی نوه رهبر انقلاب و رهبر ضد مخالف انقلاب بود و عملا هم به سمت فامیلای مادرش ایشون متمایل شد و بعدها حالا سرنوشت حسین خمینی بعدها بسیار بسیار مخالف استبلیشمنت موجود ایران و انقلاب و اینها شد و در زمان آقای خامنه‌ای به خارج از کشور هم اومد، مصاحبه های تندی کرد، به عراق رفت، ولی بالاخره ظاهرا پادرمیونی کردن یه عده و به شرطی که دیگه کاری نکنه برگشت ایران و الان هم فکر میکنم قوم حسین خمینی. بله الان قوم محمد این برنامه که ما داریم درباره مذاهب پنجشنبه ها ایشون بله. دوبار لطف کردن زنگ زدن نظراتی داشتن، پیشنهاد من این بود که شما بیا شرکت کن، در میگفت که نمیتونم این کارو بکنم، ولی دو نظر داشت که دادن دو آره تو نوبت با ما صحبت کردن. بله من البته واقعیتش دیگه از بعد از انقلاب حسین آقای خمینی رو دیگه ندیدم. نه. پاریس ایشونو میدیدیم ما، بودش پاریس، ولی فکر میکنم الان از قراری که شنیدم خوب درس خونده، آخونده ملایی، بعدم بچه باهوشی بوده، غیر از درسای آخوندی کتابای جدیدم خونده و فرد شنیدم فرد روشنی هم هستش کلا. قاعدتا درباره در نشست مذاهب که خیلی به نظرم بله قاعدتا الان و اون تندی ها خب مگه حسین آقای خمینی چند سالش بود؟ من فکر می‌کنم ماکسیموم ایشون 20 سالش بود و بالاخره اون فضای اول انقلاب و اون تندی ها به نظرم الان احتمالاً 50 و چند سال از ایشون باهاش صحبت کنی حتما فرد جا افتاده و معقول و منطقی باید شده به خارجم که اومدن یه دیدارم با شاهزاده رضا پهلوی داشتن. جدا من نمیدونم بله بله حالا بله. چون موقع من ایران بودم فقط دورا دور شنیدم. بله بله یک دیدار مشترک داشتن. بله ولی آقای محمد منتظری عرض کردم بسیار تند بود، یه گروه مسلح هم داشت و بعدم تو اون آشفتگی اول انقلاب اصلا من تعجب نمی کنم داستانی که شما ابتدای برنامه نقل کردیم بله. که مثلا حالا میناچی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بود چه چیزی دستش نبود. من خاطرم هست دکتر چمران وقتی معاون امور انقلاب بود گاهی من شبها بعد از ساعتهای اداری مثلا 7-8 شب میرفتم نخست وزیری، کارایی که از سپاه ما داشتیم شورای فرماندهی یه موقت به من واگذار کرده بود، من میرفتم با دولت هماهنگ میکردم بودجه بگیرم، مثلا امکاناتی میخواستم مثلا اون پادگان که صحبت شد و غیره. در نتیجه با دکتر چمران بیشتر فرصت حشر و نشر داشتم. باور کنید آقای میبودی چندین بار پیش اومد، منم زن نداشتم اون موقع هنوز و خیلی شبا اصلا منزل پدری زندگی میکردم، نمیرفتم، میخوابیدم تو همون سپاه یا بالاخره اون فضای انقلاب و فداکاری و انقلابیگری و غیره، زندگی عادی اصلا به نظر ما عجیب غریب بود اگه بخوایم داشته باشیم. من خیلی شبام پیش میمد همون نخست وزیری میخوابیدم کنار هم اتاق معاون نخست وزیر، خود دکتر چمران هم میموند و میشستیم حرف میزدیم. ولی باور کنید اگر مثلا من هفته یکی دو شب نخست وزیری بودم بارها پیش اومد که به خود ساختمان نخست وزیری شبا تیراندازی میشد، اون دور و اطراف خیابون و پاستور و اطراف، چون امنیت هنوز برقرار نبود، سلاح دست هر کس و ناکسی تو خیابون بود و دکتر چمران اسلحه‌شو دستش میگرفت، یه تعدادی دوستانش هم که باهاش بودن آماده میشدن مثلا از خود نخست وزیری دفاع بکنن که مورد حمله واقع نشه. توی اون فضا الان اینو گفتم یاد یه خاطره هم افتادم، من یه بار یه بودجه ای رو فکر میکنم 7 میلیون تومان بود از نخست وزیری درخواست کرده بودیم برای سپاه، آقای مهندس بازرگان با ما نخست وزیر مخالفت کرده بود، من رفتم پیش آقای دکتر چمران و از ایشون خواهش کردم که آقا مثلا این حالا یادم نیست برای یه سری کارهای اولیه‌ای که داشتیم نیازه، ایشون این کاغذ ما رو که رسمی خوب نوشته بودیم دیگه، حالا سپاه آرمی هم داشت و سربرگی و غیره، از من گرفت، اتاقش بغل اتاق مهندس بازرگان بود، رفت پیش آقای مهندس بازرگان، اومد بیرون با دستور مساعد ایشون که موافقت کرده بود،
من به دکتر چمران گفتم آقا چطور شما از مهندس به این راحتی اجازه گرفتی؟ خندید گفت ببین من تنها بازرگانم گفت بازرگان، گفت بازرگان وقتی استاد دانشکده فنی دانشگاه تهران بود بسیار استاد سختگیری بود، استاد ترمودینامیک صنعتی بود مهندس بازرگان. گفت بازرگان من شاید تنها دانشجوی بودم ازش 20 گرفتم و این همیشه یادشه و برای شاگردان خوبش احترام بازرگان قائل، حرف منو زمین نمیندازه و میخندید خودش. گفت من از خلاصه نمره 20 ام چون چمران شاید اول دانشگاه فنی تهران شده بود استفاده کردم و موافقت بازرگان رو گرفتم. یا یادم یک شب دیگه ای هم من اونجا بودم، تلفن یکی از این کمیته های محله ها، حالا یادم نیست کدوم خیابون کجا، زنگ زدن، چون جای زنگ زدم به نخست وزیری گفتن ما یک نفر رو گرفتیم که مشکوکه، نمیدونم با جاسوس آلمان ممکنه باشه، حالا نمیدونم بدبخت رو چی گرفته بودن، و میگه مهندسه ولی داشته نمیدونم کجاها سرک میکشیده. دکتر چمران از این طرف گفتش که عزیز، تکه کلامش هم عزیز بود، گفت عزیز اگه میگه مهندسه من یه معادله دیفرانسیل میگم بهش بدین ببین میتونه حل کنه. به خدا من این طرف خب خودم مهندسی خونده بودم، به دکتر چمران گفتم آهای دکتر الان شما به منم بدی من ممکن نتونم حل کنم معادله دیفرانسیل، چون سخت‌ترین کار ریاضیات مهندسی حل معادله دیفرانسیل، به خصوص وقتی بره به درجات بالا. یک مرتبه با یه تغییری گفت غلط میکنه عزیز، مهندس باشه و یه معادله دیفرانسیل نتونه حل میکنه. و بسیار ذهن اینجوری داشت چمران، و وقت در این حال بسیار مرد ساده ای هم بود، یعنی به حدی که واقعا آقای میبودی جوک برای دکتر چمران اگر شما میگفتی، چون جوک معمولا جای خنده دارش یه پیچی داره، یه گری داره، یه چیز غیر عادی داره، گاهی اصلا دکتر چمران نمیفهمید، یعنی پوینت اون جوک رو نمیگرفت که باید مثلا رو به اینجا این جوک خندید فرض کنید. به هر صورت محمد منتظری نه فقط اوی سپاه موازی درست کرده بود و هیچ جورم کوتاه نمی اومد، بلکه آقای دوزدوزانی و جواد منصوری که اعضای حزب ملل اسلامی بودن، اینا همون جریانی بودند که میخواستند بعد از 15 خرداد 42 مؤتلفه یا که بقایای فدایان اسلام بودن، یه جریان مسلح بودن که خب زده بودن حسن علی منصور رو ترور کرده بودن و چند نفرشون اعدام شده بودن، بقیهشون تو زندان به حبس ابد محکوم شده بودن مثل حاج مهدی عراقی و غیره. حزب ملل اسلامی که آقای کاظم بجنوردی بود و جواد منصوری و دوزدوزانی و ابوالقاسم سرحدی زاده و اینا هم یه گروه مسلمانی بودن که میخواستن سازمان مسلح درست کنن، ولی اصلا قبل از اینکه بتونن کاری بکنن لو رفته بودن، دستگیر شده بودن و زندان بودن، خیلی هاشون هم به حبس ابد محکوم شده بودن مثل سرحدی زاده و با انقلاب آزاد شده بودن. اینها هم در پادگان اشرت آباد در خیابون آریامه دکتر فاطمی فعلی، انتهاش اون پادگان همون جایی که سران رژیم شاه به عنوان زندان نگهشون میداشتن، اونجا اونا هم یه سپاه هم اونا درست کرده بودن، یعنی دست کم اونا به کجا وابسته بودن؟ به کدام کشور؟ به هیچ کشوری، هیچ کشوری. اونا بیشترشون از زندان بیرون اومده بودن آقای میبودی. دست منتظری اینقدر از نظر مالی باز بود که آره مثلا واقع. برای باز بود به نظرم من الان مطمئنن از دولت بازرگان هم چین پولی رو نمیتونسته بگیره و دولت بدبخت حساب کتاب داره، دولت هر دولتی تو ایران سر کار باشه بالاخره حساب کتاب و زی حساب و وزارت دارایی و بانک مهم الا این احمدی نژاد که همه رو به هم زد، ولی احتمالاً آقای میبودی منابع مالی آقای محمد منتظری میتونسته هم وجوهات شرعیه‌ای باشه که خب بالاخره توی بیت آقای منتظری زیاد بوده و ممکنه دسترسی به اونها داشته، یا اینکه این سومی هم دیگه اگر باشه اون وقت باید ثابتش کرد. من اصلا ممکنه از همون لیبی هم پول از لیبی باشه. تشکر میکنم تا هفته آینده. خیلی سپاسگزارم. بزنم میشه آموزنده. تشکر.